سوال 171. نقش یک موج ارضی در لحظه تی مطابق شکل زیر است. چند ثانیه بعد از لحظه تی سرعت نقطه M به 1.6 پی متر بر ثانیه به طرف پایین میرسد. ببینید بچه ها، وقتی ما یه نقش موج داریم و سوال هر چی که از ما خواسته باشه، اولین کاری که باید انجام بدیم اطلاعات باید به دست بیاریم. از روی موج چی چیزایی میتونیم به دست بیاریم؟ اولا من میتونم تشخیص بدم سرعت شیشه. این سرعت، سرعت انتشار هست. دامنه هم تونستم تشخیص بدم. دو نقطه هم روی موج به من داده، یکی نقطه M، یکی هم نقطه N که فاصلهش 20 سانتی متره. پس یه فاصله هم دارم. چی میخوام؟ میخوام ببینم نقطه M که داره نوسان میکنه بعد از چند ثانیه سرعتش 1.6 دهم ضرب در پی میشه. اینو میخوام به دست بیارم. کار من از اینجا شروع میشه. از روی اطلاعات هر چی میتونم به دست بیارم. الان شما بین دو نقطه M و N زمان رو میتونه به دست بیاره. چه جوری؟ وقتی موج به سمت راست میره، ما به سمت چپ حرکت میکنیم. از M تا مرکز 1/4 میشه. از مرکز تا دامنه 1/4. از دامنه تا نصف دامنه هم 1/6. پس تو این سه مرحله زمانی که طی کرده برابر است با 1/4. 1/4 از مرکز تا دامنه، 1/6 هم از دامنه تا نصف دامنه قسمت پایین. این حاصلش میشه 8/12. و ما قبلا یاد گرفته بودیم که هر 1/T معادل یه لانداست، یعنی فاصله ای که موج در مدت یه دوره تناوب طی میکنه. پس این فاصله 20 سانتی متر که زمانش 8/12، فاصلهش 8 لاندا 12 میشه. یعنی تو میتونی بنویسی دلتا ایکس مساویس با 8 لاندا 12 مساویس با چقدر؟ فاصله که ما داده 2/10. اگر یه طرف این وسط این ساده انجام بدید، لاندا برابر میشه با 0.3 متر. از روی لاندا دوره رو میتونی به دست بیاری، بنویسی لاندا تقسیم بر وی، حاصل میشه 0.3 تقسیم بر ویمون هم که هست 6. اگر سادش بکنیم حاصل برابر میشه با 1/20 بر حسب ثانیه یا معادل 0.05 ثانیه. هر کدوم که راحت ترید. حالا من دوره رو هم پس دارم. خب من وقتی میخوام در یک مکان خاص سرعت رو به دست بیارم، من اول باید ببینم که کجا سرعت 1.6 پی هست. یعنی میتونم یکی از روش هام رو فاز در نظر بگیرم، یعنی برم از رابطه کوسینوس تتا وی بر روی وی ام، اگه وی ماکسیمومو داشته باشم، ویرم که به هم داده جاگذاری کنم، میفهمم فازش چنده. فاز که معلوم بشه جاش پیدا میشه. جا که پیدا بشه حالا میتونیم تعیین کنیم داره میره بالا یا داره میاد پایین، زمانش رو حساب میکنیم. خب پس برم وی ماکسیموم رو هم حساب کنم. وی ماکسیموم برابر است با آ ضرب در امگا. کمکم کنید بچه ها. دامنه رو داده 400. بسیار عالی. امگا رو من میتونم بنویسم 2π تقسیم بر 0.05 ثانیه. صدا با هم دیگه ساده میشن، حاصل برابر میشه با 8π/5. یعنی اون جایی که در اسما داریم حسابش میکنیم 8π/5. یه لحظه صبر کنید، آیا این 8π/5 که اینجا میبینید همون 1.6π نیست؟ پس فهمیدم در جایی سرعت 1.6π میشه که بیشینه هست، یعنی مرکز. یعنی سوال میگه این نوسانگر شما که الان در دامنه منفی قرار داره چند ثانیه طول میکشه به مرکز برسه، در حال پایین اومدن هم باشه. خب من از اینجا تا مرکز 1/4، این 2/4 برمیگرده، اینجا میشه 3/4. یعنی اون زمانی که ما دنبالش میگردیم 3/4 هست. یعنی دلتا تی من برابر میشه با 3/4 ضرب داره 0.05 که دوره تناوبمون هست. حالا بیایم اینو ساده کنیم ببینیم کدام گزینه درست میشه. خب اگر من بیام 5 رو با 100 ساده کنم، برابر میشه با چقدر؟ 20. 20 ضرب در 4 میشه 80. 3/80. یعنی گزینه درست گزینه شماره 3 خواهد شد. پس جواب سوال به راحتی به دست اومد. سوال فوق العاده قشنگ و ترکیبی بود. امیدوارم که متوجه شده باشید که قطعاً همینطوره.